به نام خداوند بخشاینده مهربان. ترجمه فارسی کتاب ریاض الصالحین، باب 34، سفارش و رفتار نیک با زنان. خداوند در سوره نساء آیه 19 می فرماید: ترجمه: و زندگانی کنید با زنان به وجه پسندیده. و همچنان در سوره نساء آیه 129 می فرماید: ترجمه: و هرگز نتوانید که میان زنان به عدالت رفتار نمایید، اگرچه نهایت رغبت کنید، پس کلن به آن دیگر تمایل ننمایید که دیگری را معلق و بی سرنوشت سازید، و اگر اصلاح کرده و پرهیزگاری نمایید، حقا که خداوند آمرزنده و مهربان است. خب دوستان عزیز، میریم سراغ احادیث مبارک. حدیث شماره 273 از ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: خواهان رفتار نیک با زنان شوید، زیرا زن از استخوان پهلوی چپ آفریده شده و کجترین استخوانهای پهلو بالاتر آن است. اگر خواسته باشی راستش کنی می شکنی، و اگر بگذاری همیشه کج است. پس در مورد زنان هم دیگر را وصیت به خیر نمایید. و در روایت در صحیحین آمده که زن مانند استخوان پهلو است، اگر راستش کنی آن را شکسته ای، و اگر از آن استفاده کنی با کجیش از آن باید استفاده کنی. در روایت از مسلم آمده زن از استخوانهای پهلو آفریده شده که هرگز به هیچ شکل برایت راست نمی شود، اگر از آن استفاده کنی باید با کجی از آن استفاده کنی، و اگر بروی که راستش کنی آن را می شکنی و شکستن آن طلاق است. شرح حدیث: در این حدیث تشبیه است چنانچه در روایت دیگر آمده که نه این که حقیقتاً هوا از پهلوی آدم آفریده شده باشد، و در سنت صحیحه چیزی در این مورد نیامده، بلکه از فصل دوم سفر تکوین نقل شده و تأویل فرموده او تعالی که فرمود: و خلق منها زوجها. این است که زن را از نوع مرد آفرید. مثل فرموده او تعالی: والله جعل لكم من انفسكم ازواجا. حدیث شماره 274 از عبدالله بن زمعه رضی الله تعالی عنه روایت است که وی از رسول الله صلی الله علیه و سلم شنید که خطبه می خواند، و از ناقه صالح و کسی که آن را پی نموده یاد کرده و فرمود: اذن بعث اشقاها. برای پی کردن آن مردی برانگیخته شد که در میان قومش محترم و عزیز و در عین حال نهایت مفسد بود، و برای پی کردن آن به سرعت برخاست. سپس زنان را یاد نموده و در موردشان پند داد و فرمود: یکی از شما برخواسته زنش را مانند غلامش میزند، و شاید در آخر روزش با او مخاربت کند. سپس آنها را در مورد خندهشان از باد صدادار نصیحت نموده فرمود که چرا یکی از شما از آنچه انجام می‌دهد می‌خندد. حدیث شماره 275 از ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت شده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: هیچ مرد مؤمن از هیچ زن مؤمن بد ندارد.
زیرا اگر اخلاقش را نمیپسندد چیزی دیگرش را میپسندد، یا گفت از غیر آن راضی میشود. حدیث شماره 276. از عمرو بن الاحوص جشمی رضی الله تعالی عنه روایت است که او در حجت الوداع از پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد از اینکه حمد و ثنای او تعالی را گفته و پند داد و نصیحت کرد، شنید که می‌فرمود آگاه باشید و در مورد زنان وصیت به خیر نمایید، زیرا آنها نزد شما اسیرند، شما از آنها هیچ چیز را بجز استمتاع مالک نیستید، مگر اینکه عمل فحشا را آشکار مرتکب شدند. اگر چنین کردند، همبستری با آنان را ترک کنید و باز آنها را بزنید، زدنی که نه چندان سخت باشد. اگر فرمان شما بردند، بر آنها راه را جستجو مکنید، با خبر باشید که همانا شما بر زنانتان حقی دارید و زنان شما بر شما حقی دارند. حق شما بر آنان این است که بر فرش شما کسانی را نشانند. که از آنها بد میبرید و در خانه تان به کس اجازه ورود ندهند که شما آنان را متنفرید. و آگاه باشید که حق آنها بر شما این است که با آنها در لباسشان و طعامشان نیکی و احسان کنید. حدیث شماره 277. از معاویه بن حیده رضی الله تعالی عنه روایت است که گفتم یا رسول الله، زنان ما بر ما چه حق دارند؟ فرمود چون طعام خوردی طعامشان دهی و چون لباس پوشیدی او را لباس بپوشانی. به صورت زن سیلی مزن و به او نگو خدا تو را زشت سازد و جز در خانه از او دوری مکن. حدیث شماره 278. از ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود کامل ترین مؤمنان از روی ایمان کسی است که اخلاقش بهتر باشد و بهترین شما با زنانشان هستند. حدیث شماره 279. از ایاس بن عبدالله بن ابی زباب رضی الله تعالی عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود زنان را نزنید. عمر رضی الله تعالی عنه خدمت آن حضرت صلی الله علیه و سلم آمده گفت که زنان بر شوهرانشان دلیر شدند. همان بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم دست زدنشان اجازت فرمود. سپس زنان بسیار به خانه های ازدواج متحرات آمدند، از شوهرانشان شکایت کردند. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود همانا زنان بسیار به نزد اهل بیت محمد صلی الله علیه و سلم آمدند و از شوهرانشان شکوه کردند، بدانید که آنان برگزیدگان شما نیستند. حدیث شماره 280. از عبدالله بن عمرو و بن العاص رضی الله تعالی عنها روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود دنیا همش متاع است و بهترین متاع دنیا زن صالح است. خب دوستان عزیز، باب 34 کتاب ریاض الصالحین همینجا به پایان میرسد. امیدوارم از داشته های کتاب در زندگی زناشویی
و روزمره خود استفاده مؤثر بداریم. اگر تا اکنون چینل ما را سابسکرایب نکرده اید، پس لطفاً چینل ما را سابسکرایب، ویدیوهای ما را لایک و با دوستان خود شریک سازید. اگر هم نظری دارید، لطفاً نظریات خود را در کامنت با ما در میان بگذارید. تا بعد که باب 35 باب حقوق شوهر بر زن می باشد، به شما عزیزان تقدیم می نمایم. یک و یک شما را به عزت بی‌نیاز می سپارم. بدرود.